دوباره خوش آمدین. ادامه یه برنامه هست و جناب آقای سید یحیی بورانی فعال اجتماعی در برنامه امروز در کنار ما هستن و میخواییم بپردازیم به سه شخصیت نخبه اسلام، گرچه در اسلام عزیز شخصیت ها و دانشمندان زیادی داریم، اما میخواییم نمونتن سه شخصیت تر صحبت داشته باشیم. با جناب آقای بورانی بیننده ما باشین. خیلی خوش آمدین به برنامه، وقت شما بخیر. جان سپاس، وقت شما بخیر. سپاسگزاریم از شما. جناب بورانی صاحب، از اونجایی که اسلام شخصیت های بسیار بزرگ، دانشمند و بسیار خوبی در خود داره، اما میخواییم بدانم درباره کدام سه شخصیت معروف اسلام میخواییم صحبت داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران شما و بینندگان عزیز تلویزیون. ما میخوایم در رابطه با سه نخبه اسلام، سه دانشمند بزرگ اسلام، ابن خلدون، ابو ریحان بیرونی و ابن ایثم، سه دانشمند بزرگ جهان اسلام که واقعا دستاوردهای بزرگ و قابل قدر داشتن، در مورد صحبت کنیم. گرچه که دانشمندهای جهان اسلام بیش از این و خیلی زیادن، خدمات بسیار ارزنده کردن به بشر، اما میخوایم در این محدوده زمانی کمی که در اختیار ما قرار گرفته سه دانشمند معرفی بگیریم. بسیار عالی. و میخوایم بپردازیم از ابتدا به ترتیب معرفی یکی از این دانشمندان و همچنان درباره فعالیت ها و آثارشان برای ما صحبت کنیم. خب اولین دانشمند ابن خلدون میباشن، مشهور به ابن خلدون. ابو زید عبدالرحمن بن محمد مشهور به ابن خلدون در سال 1332 میلادی به تونس به دنیا میان. ایشان فامیل از اینا یک فامیل علم دوست و فرنگی میباشن. اینا یک قرن قبل از او، یعنی یک قرن قبل از تولد ابن خلدون، از سویای اسپانیا ها میان به ایتالیا، به تونس و اونجا استقرار میشن و ابن خلدون در یک خانواده فرهنگی و علم دوست بزرگ میشه. اونجا با اساتید بسیار بزرگ آشنا میشن و چون پدر از یک آدم علم دوستی بوده و اون در خردسالی علوم منطق، فلسفه، تفسیر، حدیث، کلام و انواع و اقسام علوم در عصر از او وجود داشتن را یاد میکنه، فرا میگیرن. در 16 سالگی آدم پدر و مادر و اساتید خوب است و به یک تاونی دست میدن، بله، تاونی که از اروپا میان و بعد از او دست دادن فامیل و اساتید خوب تبدیل به یک دانشجویی که خیلی علاقه به سفر داره میشن و شروع میکنن به سفر کردن. از جمله اولین سفرهایی که دارن با این سفرهای اینا به علت از اینه که میخوان که دگف و کما و فرمان رو از علم از اینا استفاده کنن، بله، و از تمونی از اینا استفاده کنن. وقتی که میرن به شهرهای مختلف، از الجزایر شروع میکنن، الجزایر میرن در شهر بیسکرات، اونجا یک خانواده با علاقمند میشن، اونو ازدواج میکنن در بیسکرات و میرن و به سب شهرهای دیگه، میرن به فارس، تلمسان، به مراکش، در مراکش با منازعات میبینن و بالاخره میرن به مصر. آقای ابن خلدون بعد از سن 40 سالگی تصمیم به نوشتن میکنه، متعلق میکنن. اگرچه اینا در طول این مدت یک سفرها خو به وظایف همچون مشاور و مدیر یک آموزشگاه و قاضی فعالیت کرده بودن، خب بعد از 40 سالگی تصمیم به نوشتن میکنم. اونا در قار در سلامه 4 سال اونجا زندگی میکنن. تیهارت، یک شهر به نام تیهارت میگن قدیمی، به نام قلعه به نام سلامه، فعلا در الجزایر امروزی وجود داره مقر. بله. 4 سال در اونجا بقامت میکنه، بزرگترین اثر خود رو به نام مقدمه مینویسن. آقای ابن خلدون به این تصورن که بعد تاریخ بشر، تاریخ بعد از نو و اصلاح شده نوشت، مخصوصا تاریخ عرب. هدف اینایی بود که تدوین تاریخ بکنن و تاریخ عرب اصلاح بکنن. وقتی کتاب خور مینویسن به نام الابر فی تاریخ فی ایام العرب، این کتاب مینویسن و بعد از او که به سفرها ادامه میدن و مصر رو ادامه میرن و ادامه ای از این عنوان از این کتاب خور عجم و بربر و فی ذوی السلطان الاکبر را داخل اضافه میکنن، که یعنی در کل وقتی که بیا ببینین تاریخ کل بشریت رو مینویسن و این میخواستن به این لحاظ وقتی که میخوان میگن که شما میخواین یک تاریخ بنویسین، بعد تاریخ بعد اساسها و بنیانهای داشته باشه، او اصول و اساس و بنیادها رو تعیین میکنن و علم او یعنی تاریخ به علم تبدیل میکنن، یعنی بنیانگذار و اساسگذار تاریخ، علم تاریخ آقای ابن خلدونن. به ادامه صحبت خوب میگن که وقتی ما میخوایم تاریخ یک کشور، یعنی تاریخ یک ملت بنویسیم، باید میکانیزم های موجود در او جامعه را ما بفهمیم
تا ما تو نمیدونستی تاریخ بنویسیم، از خاطر جغرافیا، اقتصاد، اینا رو هم میگن که بعد در نظر گرفته پش. بنیانگذار علوم اجتماعی هم آقای ابن خلدون میدانن. چرا حساب مقدمه آقای ابن خلدون مقدمه کتاب او کتاب بزرگ افتیلدین همون العبره که او کتاب مقدمه رو به بزرگترین اثر نشده، چرا؟ به خاطر از اینکه در او به ما در چیزهای بسیار بزرگ ذکر شده. شیش مورد در ما میگم که اونا در میتونه خلاصه در بگیم، در او تاکید شده که انسان یک موجود اجتماعیه، مثل طبیعت، جسم، بیولوژی که در وجود انسان ها تأثیر داره و تأثیر گذاره در زندگی اجتماعی انسان ها و زندگی کسایی که در بادی نشین هستن و زندگی شهری از هم خیلی تفاوت های بنیادی داره. کسایی که در زندگی بادی نشین دارن اونو تعصب که نسبت به رئیس قبیله خود دارن، به اون میتونن در مواجهه با مردم شهرنشین غلبه کنن، به خاطر که اونها مثلا خاطر اون تعصب و موضوعیتی که در بادی نشینی وجود داره. و همچنان اونها تفاوت یک مسئله دیگر میگن که شهرها به علت که آسایش، فراهمی، همه چیز، لذت گرهی محکوم به بین رفتن تدریجی هستند. در این مقدمه خود اینو ذکر میکنن و این شش مورد از خلاصه از کتاب مقدمه هستن میباشه. خب یعنی آقای ابن خلدون بالاخره 25 سال اخیر عمر خود در مصر در کنار پادشاه مصر بودن، به حساب اونجی سپری کردن و بالاخره در اونجا فوت کردن. بسیار دانشمندان بزرگ درباره اش صحبت کردن، مثلا آرنولد تولینبی، یک تاریخ نگار و مورخ، بزرگترین مورخ جهان در قرن 20 شناخته شدن که اهل بریتانیا هستن، که نویسنده کتاب استادی اف استوری، اونو میگن که هر کس اثر آقای ابن خلدون رو بخونه عاشق اینو واقع میشه. و کاری که آقای ابن خلدون کردن در هیچ زمانی در هیچ جای هیچ کسی کار نکرده. اینها تمام علم و تجربه مهارت خود جمع کردن به خاطر که تاریخ بشریت رو بنویسن، تاریخ ملت های دیگر رو بنویسن. از خاطر پس آقای ابن خلدون بنیانگذار علم تاریخ، علوم اجتماعی و بزرگترین کتاب نام مقدمه که درباره تاریخ بشریت و اصول بنیانها علم تاریخ. بله واقعا که دستاوردهایی از اونها و فعالیت‌هایی از اونها قابل قدر هست و من مطمئن هستم اگر ما دقیق و سنجیده بخوایم بپردازیم به فرازونشیب های زندگی این بزرگواران، مطمئنن روزهار باید وقت بگذاریم و کتاب ها رو مطالعه بکنیم تا که واقعا پی ببریم اصل زندگیشان. و ما خب به دلیل اینکه وقت کمتره کوشش میکنیم که اون کلیات و دستاوردها و آثار زندگیشان رو داشته باشیم و همچنان میخواییم داشته باشیم صحبت های شما رو درباره دومین شخصیت ما ابو ریحان بیرونی میباشن. بله ابو ریحان بیرونی در مورد تعلق از اینو دو روایت وجود داره، یکی میگن که بعضی معتقد هستن که در شهر کاس که فعلا در ترکمنستان امروزی موقع داره تعلق شدن، بعضی روایت ها میگن که در بیسود بدخشان یا در قریه به نام بیرون، او خاطر پدر هم بیرونی تخلص میکردن، در اونجا تعلق شدن. در سال 362 قمری اونها اونجا تعلق شدن و ایشان همه چیزدان بودن، ستاره شناس، ریاضی، محاسبات، منطق، فلسفه، همه ای علوم را فرا گرفته بودند. ایشان دستاوردهای بسیار زیاد داشتند. اونها در زمان خوارزمشاهیان زندگی میکردند که ادامه طول عمر اینا سامانی ها هم آمدن، غزنویان، همه ای دورانی که حکومت هایی که اینا خود راسته برکندن مردم فرهنگ دوستی بودند. از خاطر آقای بیرونی رشد زیاده کرده، گرچه رنج های هم در طول به حساب حیات خود کشیدن در روی کسب علم. عشق اینا تحقیق بوده. اونا در یک مدرسه شاهی با کمک یک استاد خود به نام ابو نصر عراقی پیدا میکنن، با یک حلقه شاهی که طالب داشتن بتونن نصف نهار رو محاسبه کنن. بله. ایشان اولین کسی هستن که آفتاب گرفتگی رصد میکنن و از محاسبات دقیقی که حتی پیش بینی میکنن، اولین پیش بینی که درست جواب میده آفتاب گرفتگیر، این کار اینا میکنن. آقای بیرونی در سال 427 در زمان مسعود پسر محمود غزنوی در غزنه وفات میکنن، فعلا آرامگاه اینا در غزنی هستن. ایشان آثار بسیار زیاد دارن، 145 کتاب نوشتن که 145 کتاب نوشتن و از جمله 35 اثر اینا فعلا موجوده. بله. خیلی متاسفانه دسترس نداره. ایشان نویسنده قانون مسعودی هستن، یک دانشنامه
که واقعا نوشتن دانشنامه در او وقت زمان یک هنر یک بسیار بزرگی میخواست، یک زحمت بزرگی میخواست که اینا نوشته کردن. اثر بزرگ دیگه اینو از تفهیم و ایشان کتابای در قسمت مادن و سست نوکشی رو وقت معرفی کردن و شناختن جواهرشناس و قضیه هم بودن. آقای بیرونی به هندشناسی خو مشهورن، اونها کتاب درباره هند نوشتن، هندشناسی که خیلی دقیق و خیلی ارزنده نوشتن. و این دانشمند بزرگ در زمان امروزی طرفدارا خود هنوز دارن و هنوز حکی است از آثار نا در بحث نجوم استفاده میشه. این هم از آقای ابوریحان بیرونی و آثار نا میباشه. بسیار عالی. چقدر از کتاب هایی که این بزرگوار نوشتن امروزه در دسترس جوامع و ما قرار دارن؟ متاسفانه استقبال کم میشه. ما در دسترس ما فعلا در افغانستان از آثار آقای بیرونی 35 جلد فعلا موجوده. فعلا با آرامگاه اینا که وقتی که به قزنه قزنی شما مراجعه کنین، اونجا در نزدیک یک کتابخانه جور شده بله. در اونجا 35 جلد از آثار اینا وجود داره و فعلا هم خیلی از نگاه علمی ارزش داره، اعتبار داره. دقیقاً. و به ما بستگی داره که چقدر میریم دنبال این علوم و میخوایم تجربیات زندگی و دستاوردهای از اونها مطالعه بکنیم. و همچنان میخوایم درباره سومین شخصیت همچنان صحبت شما رو داشته باشیم. سومین شخصیت به نام ابن هیثم میباشد. ابو علی حسن بن محمد مشهور به ابن هیثم بله. ایشان در سال 356 قمری به دنیا آمدن در شهر بصره. پدرشان در بصره بودن، اونا در بصره به دنیا آمدن. آقای ابن هیثم در پهلوی که هم علوم دیگری داشتن، اونها بنا پدر فیزیک نور مشهور هستند. بله. اونها اولین کسهایی بودن که بر بررسی سرعت نور به چی سرعتی که یک دوره با کل کره زمین میزنه محاسبه از او پرداختن، محاسبه سرعت نور پرداختن. بله. ایشان اولین کسی بودن که خود اینا مخترع ذره بینن. بله. به اتاق تاریک که وقت به نام قمره میگن که حالا کامرای امروزی هم ارزش گرفته شده، یعنی بله. اولین کسی بودن که او قمره رو ساختن که ما امروز کامره ها و تلویزیون ها و بله. سینما رو داریم. و روی نظریه هایی که اونا اختراع به نام ذره بین داشتن، از اون عینک ساختن یک دانشمند دیگه. آقای ابن هیثم کسی هستن که امروزه وقتی که در سال 2015 سالگرد هزارمین سالگرد کتاب المناظر آقای ابن هیثم، بزرگترین بله. اثر و کتاب از اونا المناظر به نام از اونا یاد شده سال 2015. یک سیاره که هم در نظام شمسی به نام سیاره 59239 ابن هیثم نامگذاری شده و یک دانه آتشفشان در ماه مهتاب به نام الحزن که یعنی اسم لاتین آقای ابن هیثم میباشه در اونجا نامگذاری شده. خلاصه وقتی که بیاین در رابطه به کسای دانشمندان مثل آقای ابن هیثم، ابو ریحان بیرونی و ابن خلدون صحبت بکنین، ایشان از اساسگذاران خیلی از علوم و خیلی از اختراعات بله. معرفی و بحث کردن، وقت گذاشتن برای آشنا شدن با این خردمندان و دانشمندان چه سودی به حال ما داره؟ اینه که اینها جز هویت جامعه ما شمانند. بله. وقتی که ما بتونیم هویت خود تعریف بکنیم، به ما اعتماد به نفس میده، این اعتماد به نفس برای ما امید میده و این امید باعث میشه که تلاش بکنیم، کار بکنیم که اینو باید ببینیم که ما همه چیز لازم نیه از دیگه جا بیارین مصرف بکنیم. ما یک جامعه مصرفی، متاسفانه بدترین مصرفی که ما داریم مصرف علمیه و هیچ نوع تولید در این قسمت نداریم. ما میبینیم که ما یک زمان اساسگذار، نه تنها تولید کننده، اساسگذار علوم مختلف بودیم و اینها با ما انگیزه بده، معرفی و آشنایی برای اینا که ما هم دست به تولید علم بزنیم تا یک آینده روشن در جامعه خود داشته باشیم. مصرف علم مار به تقلید، مار به چیزهای راههای سوق میده که حتی نمیفهمیم که آخر اینو با کجا میانجامه. کاش که و انشالله که بخیر جوانای ما، این نسل جدید ما انشالله ناامید نشده و به تولید علم و زحمت و تلاش و تحقیق. دقیقا. سپاسگزاریم از شما و میخوایم مجدد همچنان بیان کنم اگر بخوایم درباره جزئیات زندگی این بزرگوار صحبت بکنیم، روزها و ساعتها و ماهار باید مطالعه بکنیم تا به
اصل و اساس زندگی اینها پی ببریم. ولی انشاءالله که یک تلنگر ایجاد بشه برای جوانان عزیز ما، خردمندان و علاقمندان علم و دانش و کتاب، که برن مطالعه بکنن و جستجو بکنن و پیدا بکنن نخبگان جهان اسلام. در ابتدا بیان شد که کم نیستن این نخبگان و زیادن، ولی نمونه تن ما در برنامه بیان کردیم. انشاءالله که در برنامه بعد همچنان صحبت هایی در این مورد داشته باشیم. تشکر از شما از اینکه در کنار ما بودین. تشکر از شما و تشکر و قدردانی میکنم از شما هموطنان عزیزی که همه روزه در کنار ما هستین، برنامه اسرای وار تماشا میکنین. امید که برنامه امروز همچنان مفید و مؤثر واقع شده باشه. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.